سلام دوستان عزیز، با یک آموزش دیگه از سری آموزش های ویب جی اس خوش آمدید. امروز میخواییم در رابطه با ایجاد ورکسپیس، استایل و استور در داخل جیو سرور صحبت بکنیم و داده هایی که به صورت شیف فایل هستن رو از پوستگرس در اد کنیم در داخل جیو سرور و از اونها و اونها رو در نهایت پابلیش کنیم. خب در ابتدا صفحه براوزر رو باز میکنیم، لوکال هاست رو فراخوانی میکنیم و برای ما اینجا میاره. خب اینجا لاگین میکنید و داخل جیو سرور مورد نظر میشید. خب برای اینکه بتوانیم داده های مورد نظر رو ما اد کنیم، میتوانیم از ورکسپیس استفاده بکنیم. خب باید اولین کاری که میکنیم باید یک ورکسپیس ایجاد بکنیم یا از این ورکسپیس ها استفاده کنیم، ولی خب ما چون محدوده مورد نظر یا پروژه مورد نظرمون کاملا متفاوت از اینها هست، پس ما اینجا ورکسپیس خودمون رو اد میکنیم و مینویسیم نیم بامیان، چون من میخوام بعدا داده های بامیان رو در اینجا اضافه کنم. اینجا هم میتوانید هر چیزی که مد نظر خودتون بود رو اضافه کنید، مثلا bamiyan.com. خب و میتونید دیفالت ورکسپیس قرارش بدین و سابمیت کنید. خب bamiyan اینجا اضافه شد و میبینید که دیفالت هم هست. به همین سادگی ما یک ورکسپیس ایجاد کردیم در داخل جیو سرور. خب بعد از این که ورکسپیس ما ایجاد شد، حالا میپردازیم به اد کردن داده ها یا همون شیف فایل ها، وکتور ها و یا هر چیزی که مورد نظر شما بود. خب برای این کار از طریق استور عمل میکنیم و اد نیو استور رو میزنیم. خب در اینجا چندین گزینه هست: دایرکتوری آف اسپیشل فایلز، شیف فایلز، جیو پکیج، پست جی آی اس و properties shape file و چیزهای دیگه که اینجا میبینید و همه اینها رو ما میتوانیم استفاده کنیم برای اد کردن داده های مد نظر خودمون. ولی خب ما در این قسمت از PostGIS استفاده میکنیم که در اینجا میبینید. PostGIS رو کلیک میکنیم این صفحه برای ما باز میشه. خب در اینجا ورکسپیس ما چون دیفالت بود بامیان رو گرفته، دیتا سورس نیم رو هم یک نامی باید برای اون تعیین کنیم، بنویسیم بامیان دیتا. دیسکریپشن هم میتوانید بنویسید، هاست که لوکال هاست درسته. دیتابیس رو هم بازم اینجا اد میکنیم، اسم دیتابیس رو. خب و پابلیک یوزر رو هم باید تغییر بدیم، چرا که یوزر ما اینجا ادمین هست، ادمین برای خود جیو سرور هست و ما باید اینجا بنویسیم پوستگرس و انتخابش کنیم. پسورد رو هم تغییر دادیم. دوستان عزیز یادتون باشه که پوستگرس و پسورد یا یوزر پسورد ما همون یوزر پسورد پی جی ادمین هست که در اینجا ما برای ورود استفاده میکنیم. خب پاسورد رو هم زدیم. حالا چیزهایی که دیگه مد نظر ما هست که باید تغییر بدیم چیزی وجود نداره و در نهایت سیو رو میزنیم. خب یک لحظه، پاسورد رو اینجا اشتباه انتخاب کرده، من پاسورد رو درست میکنم و دوباره سیو. میبینید که همه داده هایی که در داخل پی جی ادمین داشتیم، یعنی در داخل این دیتابیس که در داخل تیبل ما قرار داشتن، میبینید 1 2 3 4 5 6 7 تا لایه داریم و ما اینجا همه اون لایه ها رو داریم، 1 2 3 4 5 6 و همه اون لایه ها اینجا اضافه شده. یکی از لایه ها برای ما اینجا وجود نداره، من باید ببینم که کدوم لایه هست.
خب چیزی که وجود نداره شما اینجا ببینید که ما اسپیشال رفسیس رو داریم که این دقیقا خودش تیبل یا شیف فایل نیست، به همین دلیل اینجا اضافه نشده و ما به صورت کلی 6 عدد شیف فایل داریم که در اینجا اضافه شد. اما خب اما پیش از این که ما بخواهیم این داده ها رو پابلش کنیم که میتونیم از اینجا پابلش رو بزنیم و داده ها رو به نمایش بگذاریم، ما باید استایل رو هم مشخص کنیم که در این قسمت میبینید که باید یک استایلی برای هر کدوم مشخص بکنیم. خب برای این کار من دوباره برمیگردم، استایل رو انتخاب میکنم و میبینید که یک تعدادی از استایل ها در این قسمت موجود هست و شما استایل خاص خودتون رو برای هر یک از شیف فایل هایی که داریم میتوانید ایجاد بکنید و بعد میتوانیم این کار رو پابلش کنیم. خب البته ما از همین استایل ها هم میتوانیم استفاده کنیم برای پابلش کردن داده هایی که داریم، ولی خب ما میخواییم که شما به نوعی ایجاد استایل رو هم یاد بگیرید. یا استایل رو زدیم و این صفحه‌ای هست که از استایل باز. برای ایجاد استایل پوینت معول این استایل پوینت اگر اینجا وجود داشته باشه، بله این رو باز میکنم. خب در این قسمت شما یک XML کدی میبینید و بهتر هست که همه این رو کپی کنیم. کپی. و حالا برمیگردیم به صفحه قبل و ایجاد استایل مورد نظر خود ما. می نویسیم add new style، اینجا فشار میدیم و کلیک میکنیم. یک اسم مشخص میکنیم به اسم point و هر چیزی که مد نظر خودتون بود و من اینجا می نویسم یک point یک، یا یک رنگ خاص مثل می نویسم black. ورکسپیس رو مشخص میکنیم که بامیان هست برای ما، با فرمت کاری نداریم. خب اینجا هم existing style رو هم ما کاری نداریم، میتوانیم از اینجا کپی کنیم بیاریم اینجا قرار بدیم و کدی که قبلا کپی کرده بودیم رو اینجا قرار میدیم که میبینیم. حالا در این قسمت این کد رنگ رو ما میتونیم چینج بکنیم تا استایل مورد نظر ما ایجاد بشه. خب ما الان باید دنبال کد سیاه باشیم. خب من میدونم کد سیاه 000 هست، ولی خب من در اینجا سرچ میکنم تا شما هم یاد بگیرید. black color code. خب در اینجا میبینیم که 000 هست و ما اینجا فقط با تغییر دادن این به رنگ سیاه یا استایل سیاه میرسیم. خب و در نهایت اپلای سابمیت رو میزنیم. خب اپلای استایل سیفت سابمیت. خب اینجا میبینید که کد رنگ ما اضافه شده، باید اضافه شده پوینت بلک. ببینید اینجا اضافه شده. خب ما الان میتوانیم استایل های دیگه هم ایجاد بکنیم که من یک استایل دیگه هم ایجاد میکنم برای مثلا لاین یک و ورکسپیس رو هم بامیان میگیرم. کدام یک از پوینت لاین پولیگون ما اینجا داریم، لاین رو هم پس باید داشته باشیم. رستر رین لاین. خب لاین رو مشخص کردیم. کپی برای ما اینجا آورد و خب الان این یک رنگ خاص هست. ما میتوانیم به طور مثال همین رنگ رو داشته باشیم، ولی خب با کمی تغییرات. من در این قسمت یک F دیگه اضافه میکنم تا رنگ مورد نظر ما برای ما ایجاد بشه و الان یک رنگ خاص هست. پس دوباره اپلای
و سابمیت رو میزنیم. خب این لاین ما هم اضافه شد، لاین یک در این قسمت اضافه شد. خب ما تقریبا 6 لایه اضافه کردیم به جاوا سرور مورد نظر یا جاوا سرور خودمون، ولی تعداد استایل های ایجاد کردیم فقط دوتا بودن و ما میخواییم بقیه استایل ها رو از استایل هایی که موجود هست استفاده کنیم. خب و حالا میخواییم بریم، ولی شما میتوانید به تعداد لایه هایی که ایجاد میکنید یا اضافه میکنید استایل ایجاد بکنید، ولی ما در اینجا به دلیل وقتی که داریم از این کار صرف نظر میکنیم و میریم میپردازیم به پابلیش لایه ها. لایه رو انتخاب میکنیم. خب در اینجا لایه های مورد نظر رو میبینید که هر کدوم برای ما آورده شده. Add new layer رو میزنیم. لایه های مورد نظر ما به صورت چی بودن؟ بامیان دیتا. همه لایه ها در اینجا قسمت قرار داره. خب من پوینت رو انتخاب میکنم، چرا که ما یک استایل پوینت ایجاد کردیم. پابلیش رو میزنم. وقتی که در داخل تب دیتا شدیم در قسمت پایین اینجا میبینید که کوردینیت یا باندینگ باکس ما مشخص نیست و برای که باندینگ باکس مشخص بشه ما مجبور هستیم که اون حساب بکنیم. پس میتونیم کامپیوت فرام دیتا بزنیم، میبینید که برای ما اینجا آورد و هر دوتای اینها رو ما حساب میکنیم که میبینید در اینجا داریم ما. و خب همه اینها تکمیله. حالا میریم پابلیشینگ. در این قسمت هم ما مشخص میکنیم که پوینت هست، لایه ما به صورت پوینت بود و در اینجا ما استایل مورد نظر خودمون که پوینت بلک بود رو انتخاب میکنیم که در اینجا میبینید آورد. و در نهایت سیف. من این کار رو برای یک لایه خطی هم انجام میدم و بعد میرسیم به پابلیش کردن. ببینید زمانی که ما استایل رو مشخص کنیم اینجا پابلیش هم میزنه، پابلیش رو هم داریم، ولی در این قسمت من میخوام استریت رو هم مشخص بکنیم، یعنی استایل برای لایه استریت مشخص بکنیم و تا میبینید که به صورت خط هست. خط مورد نظر ما خب لاین یک بود که اضافه میشه و سیف. خب حالا میتوانیم لایه های مورد نظر رو پابلیش بکنیم. برای پابلیش کردن اینها ما باید به لیر پریویو و داده های مورد نظری که اد کردیم رو در اینجا پیدا بکنیم و پابلیش بکنیم که فکر میکنم داده های ما در قسمت بامیان پوینت و اوپن لیر. وقتی اوپن لیر رو کلیک کنید داده های مورد نظر در این قسمت نمایش داده خواهد شد. خب مشکل پیش آمده، ولی خب دوستان عزیز ما به یک مشکلی برخورده بودیم که متاسفانه من حواسم نبود و کوردینیت سیستمی که دادم اشتباه بود و من باید زوم برای مشخص میکردم، ولی زوم مشخص نکرده بودم و به صورت کلی، یعنی کوردینیت سیستم جهانی داده بودم برای داده هایی که به صورت زوم بندی بود. و حالا برای اینکه متوجه بشین من لایه ها رو در این قسمت دارم. خب در این قسمت لایه هایی که من اضافه کردم رو میدارم و میبینید اینجا که من دو تا لایه رو، ولی خب برای پابلیش میزنم. ببینید که در بخش قبل یا در زمانی که من این داده ها رو اضافه کردم EPSG یا SRS ما 4-3-2-6 بود، ولی الان اینو تغییر دادم به 3-2-6-4-2. یعنی چی؟ 4-3-2-6 به صورت کلی، یعنی WGIS 8-2-4 به صورت جهانی هست، ولی اگر ما 4 رو حذف کنیم، اون 4 اول رو حذف کنیم و
3-2-6-4-2 بنویسیم، 3-2-6 یعنی WGS 84 و 42 یعنی زون 42، که در این صورت اشکال رفع میشه و خطای ما برطرف خواهد شد و ما میتوانیم این لایه رو به صورت نمایش بدیم که در اینجا میبینید و من اضافه کردم. خب بامیان پوینت سیتی، بامیان استریت. حالا اگر در قسمت لیر پرویو ما بریم، پوینت سیتی رو داریم و بامیان رو داریم. اوپن لیر رو هم بزنیم، میبینید که دقیقاً داده های ما رو برای ما به نمایش گذاشته با رنگ آبی. خب این رنگ آبی با استایل مشخص میشه و هر رنگی رو شما میتوانید انتخاب بکنید یا طرح‌های متفاوت که شما میتوانید انتخاب بکنید. و اینجا داده هایی هم داشتیم به صورت پوینت بودن که اینجا من کلیک میکنم و داده هایی که اضافه کردیم رو هم میبینید که به صورت پوینت اضافه شدن. خب در ویب جی آی اس تا الان ما فقط توانستیم که داده هایی که در داخل کامپیوتر خودمون رو داریم با استفاده از پوستگرس مدیریت کنیم. پوستگرس یک برنامه مدیریت داده ها یا دیتابیس منیجمنت سیستم هست و داده های مکانی رو ساپورت میکنه. جو سرور داده های مکانی ما رو از پوستگرس میگیره و برای ما برای با استفاده از چیزهای دیگه مثل اوپن لیر ما میتونیم بر روی اینترنت شیر کنیم، که در اینجا در رابطه با هم پوستگرس توضیح داده شد و هم جیو سرور. و انشالله در هفته آینده ما در رابطه با اوپن لیر هم صحبت خواهیم کرد و یک سری خدمات از اوپن لیر هم ما میگیریم تا نقشه های قشنگتری بر روی بستر وب داشته باشیم. در همین جا آموزش ما به پایان میرسه و تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.